خب درسته، هم جیمز فرانکو و هم کریس اوداد هم بازی اصلیش در اجرای جدید از موش ها آدم ها نخستین اجراهای برادوی خودشون رو تجربه میکنن که برای هنرپیشه ها خیلی غرورانگیز هست و غیر از یکی دو تا هنرپیشه جوان که از تلویزیون اومدن، اونها رو جمعی از بازیگران کارکشته احاطه کردن در اجرای به کارگردانی آنا شاپیرو که اجرای خارق‌العاده‌اش رو یادمون نمیره از نمایش تابستان در شهر اوسیج که سالها روی صحنه بود و جایزه های متعدد گرفت از جمله جایزه تونی. Guys like us that work on ranches is the loneliest guys in the world. در موش ها و دم ها داستان دو کارگر مهاجر را داریم در کالیفرنیای دوران سخت رکود اقتصادی دهه 1930. آنها دو روی یک سکه هستند. جورج زیرک و آتشین مزاج ولی کم سواد است و لنی درشت‌اندام و اندکی ساده لوح. آرزوی آنها داشتن زمینی برای کشاورزی است، اما دردسر در مزرعه بین آنها و رویای آمریکایی فاصله می اندازد. It's great. I mean, it's my first time on Broadway, but I'm loving it. بازیگر جیمز فرانکو میگوید نخستین تجربهش روی صحنه برادوی رو خیلی دوست دارد. او میگوید همپالگی‌های سینمایی میگویند تکرار بارها و بارهای صحنه‌ها هر شب چه حالی دارد، و جواب او این است که سختی تکرارها با انرژی که اجرای زنده جلوی تماشاگر به بازیگر می‌دهد جبران می‌شود، که او آن را به برق تازه تشبیه می‌کند و میگوید از کار کردن جلوی دوربین شوق‌انگیزتر است. آغاز اجراهای نمایش مشهور جان شتاینبک از موش‌ها و آدم‌ها از پنجشنبه شب گذشته در تئاتر لانگ کرز برادوی از جنجالی‌ترین رویدادهای هنری شهر بود. از یک سو به خاطر اینکه این قصه صریح و بی‌پیرایه و سرسخت درباره برخورد امید با مشقت‌ها از معدود آثار شمایل‌گونه در فرهنگ معاصر آمریکاست که در همه مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها تدریس می‌شود، و سوی دیگر به خاطر حضور ستارگان سینما و تلویزیون و کار آنها با یکی از برجسته‌ترین کارگردان‌های جوان تئاتر در آمریکا. جیمز فرانکو میگوید بهترین تجربه زندگی حرفه‌ایش را می‌گذراند با کسی کار می‌کند که او را بهترین کارگردان تئاتر می‌داند، آنا شاپیرو، و با بازیگرانی خارق‌العاده. او میگوید در نمایش آدم بیشتر از فیلم و همبازی‌هایش متکی است و در این تجربه یگانه خود را به همه آنها نزدیک احساس می‌کند. New York Magazine says get your tickets now. هزینه بالای چنین اجراهایی به ناچار با تبلیغات سنگین همراه است، مثل این آگهی که هر شب از ایستگاه‌های محلی تلویزیون در نیویورک پخش می‌شود. اما دست گرفتن نمایشی که اینقدر برای همگان آشناست آمد نیامد دارد. بازیگر کریس اوداد میگوید سعی کرد نگران واکنش‌ها نباشد و صادقانه با نمایش روبرو شود و آماده شود برای کوبیده شدن از سوی منتقدها. بنابراین گزینه قوی درباره نارسایی ادراک در این شخصیت پیدا کرد بر اساس آدمی که میشناسد و فکر کرد اگر اجرایی مشخص ارائه بدهد هیچ چیز دیگری مهم نیست. They find out what a crazy bastard you are, we won't get no job. But if they see your work before they hear you talk, we're set. You got that? Sure, George. Sure, I got that. در موش‌ها و آدم‌ها و خوشه‌های خشم، دو اثر برجسته جان شتاینبک که جایزه پولیتسر و نوبل رو برنده شدند، این نویسنده با تأثیر ظهور کشاورزی مکانیزه و بی‌ارزش شدن مهارت‌های شریف گذشته بر انسان‌ها سر و کار دارد، و همچنین با تأثیر رکود عظیم اقتصادی. دو شخصیت آشنا و دوست داشتنی موش‌ها و آدم‌ها نماینده شکنندگی امید نوپا هستند در دورانی که آمریکا هنوز کاملاً از زیر مصیبت رکود کمر راست نکرده بود. برخورد اکثر منتقدها با اجرای درخشان و بی‌نقص موش‌ها و آدم‌ها برخورد مثبت بوده، هرچند بعضی شکایت کردند از اینکه روح تازه‌ای در این اثر قدیمی و آشنا دمیده نشده.